از دست دادن. ببینیم پرچم کمیتت رو که میتونه بالا نگه داره. اکا رپرزنتین یوکرین. اکا اوکراین دادشو ستانیسلاو اورونا. او رپرزنتین جاپان. او نیبون دادشو ایشیمورا هیمی. چون ایشیمورا پدرش هم یکی از اساتید خیلی معروف ژاپنه، خیلی سال پیش مربی تیم ملی هم بوده. این مسابقه پر زد و خوردی باید باشه، چون هر دو جنگنده، او خوش تکنیک و یه مقدارم در واقع مبارز هستن که میخوان قدرت خودشون رو بکنن به حریفشون. مگه المپیک باعث بشه خیلی با احتیاط بازی کنن. دوستان عزیز، مربی و قهرمان، این لایو رو من میگیرم که براتون یه آموزش باشه و بتونین از این مسابقات استفاده کنید. اینم یکی از وظایف ماست که بعضیا خورده میگیرن، ولی به نظر من بعد روز بود باید این مسابقات رو نشون داد، توضیح داد تا اونایی که میخوان مربیگری کنن بدونن که قهرمانی روز دیگه چطوری مسابقه میدن، اونایی هم که میخوان قهرمان بشن تو این اوزان ببینیم که حریفاشون در چه وضعیتی هستن. خب خیلی با احتیاط فعلا دارم میرن تو یک دوره گذشت، میدونیم که مدال المپیک نمیخوان از دست بدن. خیلی دیگه دارن احتیاط میکنن، احتمالاً 30-40 ثانیه آخر کار به درگیری های خاص خودشون میشه. میشه مورا حتما یه استراتژی که داره باید انرژی سرعتی و تنوعی و تکنیکی برونا رو مهار کنه، بنابراین خیلی نزدیک شده میشه. حالا روند مسابقه عوض میشه، البته مربی ژاپن هم کار کشیده. به نظر میرسه که حرکت بعدی کاراته باید برای گذاشتن محافظه و سنسورهایی باشه که حساسیت داره، شاید اینطوری خطاها بیاد پایین سر. کنیم از علی اختر آسیابری که واقعا کمیته رو خوبیه و خیلی از اینا رو به چالش کشیده. حالا بهمن که رتبه یک دنیا بوده و یه اصلا راجبش نمیشه هیچ صحبتی کرد، از بس مسلط و شایسته بوده، ولی واقعا آسیابری هم توی این بس خیلی ها رو اذیت کرد، خیلی ها رو به درد سر کشوند. سی ثانیه
29 ثانیه یه تذکر به واو کرونا مرسی بچویی حالا یکم کار سخت میشه خوشان صورت قبل از 15 ثانیه بود امتیازش کارتی یه دونه گرفت ولی ممکنه تو این 14-15 ثانیه خیلی اتفاقات متفاوتی بیفته سه ثانیه و نیم اولین باختش رو تجربه کرد ازتون خداحافظی میکنم موفق باشید دیگه من برم یک ساعت وقت دارم به وظیفه خودم مشغول بشم موفق باشید موفق باشید خب مربی اوپن کارت کشیده حتی دیگه تأثیری نداره تو نتیجه خدا نگه داره شما